سلام و وقتتان بخیر بینندگان عزیز، به یک بسته تازه خبری از چینل تاپ سیکرت خوش آمدید. از هرات خبر می رسد که 118 دختر در این ولایت به دلیل فقر به فروش رسیده و قرار است تا 116 دختر دیگر به فروش برسد. همچنین و به دنبال حمله ایران بر مقر جیش العدل در پاکستان، رحمت الله نبیل می گوید که پاکستان آنچی را که کشت کرده در سال روان میلادی درو می کند. امرالله صالح نیز از این اقدام ایران حمایت کرده و آن را اقدام شجاعانه خوانده است. همزمان با این از پاکستان خبر می رسد که انفجار در این ولایت صورت گرفته و در طی آن 7 سرباز پاکستانی کشته شده و 7 تن دیگر زخم برداشتند. در همین حال و با بسته ماندن مرز ترخم، طالبان اما میگویند که اگر پاکستان حاضر به حل مشکل نشود، مرز را برای همیشه خواهند بست. همزمان با این، سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان در سخنان تازه خواهان رسمیت یابی طالبان شده و گفته است که اگر طالبان رسمیت یابند، بسیاری از مشکلات حل خواهند شد. از سوی هم یک نماینده پارلمان نیوزلند پس از دزدی از یک فروشگاه معذرت خواهی کرده و از سمتش استعفا داده است. با ما باشید و از جزئیات این اخبار و چندین گزارش تازه و مهم دیگر آگاه شوید. اما قبل از آن لطفاً ویدیو را لایک نموده و چینل ما را سابسکرایب کنید. روزنامه واشنگتن پست در گزارش تازه گفته است که 188 خانواده در هرات به دلیل فقر و بیکاری دخترانشان را فروخته و جمعی از آنها را در سنین بسیار خرد مجبور به ازدواج کردند. به گفته این روزنامه، علاوه بر آنها 116 خانواده دیگر نیز به دنبال یافتن مشتری برای دخترانشان می باشند و می خواهند تا آنها را به فروش برسانند. آنان می گویند که راه چاره ندارند و مجبورند تا دست به این کار زده و از این راه مخارج و مصارف زندگیشان را تأمین کنند. ما اینمی از روی مجبوری، هیچ کس اولادشان نمی فروشه، هیچ کس اولاد که اولاد 20 سال باشه به مادر پدر عزیز است. در همین حال رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در پیوند به حمله موشکی سپاه پاسداران ایران به خاک پاکستان میگوید که پاکستان آنچه که کشت کرده در سال روان میلادی درو میکند. به گفته نبیل نه تنها فعالیت‌های تروریستی در پاکستان شدت گرفته بلکه احتمال دارد که در آینده نزدیک فعالیت‌های تروریستی در هند نیز انجام شود. به گفته نبیل اگر فعالیت‌های حراس افغانی در هند انجام شود، واکنش هند تندتر خواهد بود. همزمان با این، وزارت خارجه پاکستان نقض حرم هوایی خود توسط ایران را محکوم و کاردار سفارت ایران را احضار کرده است. وزارت خارجه پاکستان در خبرنامه و در واکنش به نقض حرم هوایی این کشور از سوی ایران گفته است که این کار عواقب جدی را در پی خواهد داشت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفته است که جیش العدل یک گروه تروریستی است و ایران مراکز آن را در هر کجایی که باشد آماج قرار خواهند داد. وزیر داخلی ایران هم از مقامات پاکستانی به صورت جدی درخواست کرده است که تا مانع ایجاد پایگاه از سوی گروه‌های تروریستی در این کشور گردند. همزمان با این، امرالله صالح معاون رئیس جمهور فراری افغانستان حمله موشکی و پهپادی ایران به خاک پاکستان را حمله شجاعانه خوانده است. به گفته صالح، کاش حکومت پیشین افغانستان هم می‌توانست شورای کویت را هدف قرار دهد. معاون رئیس جمهور فراری افغانستان همچنین با بیان اینکه کشوری که تروریسم پرورش می‌دهد از هر طرف هدف حمله قرار می‌گیرد، تأکید کرد که پهپادهای آمریکایی از قطر، موشک‌های ایرانی از غرب و حمله‌های هند از شرق مواضعی را در خاک پاکستان هدف می‌گیرند. همچنین مسدودیت گذرگاه ترخم برای موترهای باربری وارد پنجمین روز شده و تاجران میگویند که در طی این مدت زیانهای هنگفت مالی به تاجران و رانندگان وارد شده است. مرزبانان پاکستانی روز نخست هفته جاری گذرگاه ترخم را به دلیل اینکه رانندگان افغان پاسپورت و ویزا نداشتند مسدود کرده و به گفته منابع تا کنون گفتگوهای طالبان و پاکستان روی بازگشایی این گذرگاه نتیجه نداده است. مگر پیشنهاد ما این است که باید در بین سیاست های دو کشور تاجر متضرر نشد.
همزمان با این یک رسانه پاکستانی گزارش داده است که مقام‌های طالبان افغانستان تهدید کردند که اگر راه حل برای بازگشایی گذرگاه‌های تورخم و خرلاچی پیدا نشود، این گذرگاه‌ها را برای همیشه بسته خواهند کرد. همزمان با این سربازان پاکستانی در منطقه ماچخیل از مربوطات ولسوالی مرعلی وزیرستان شمالی مورد یک حمله انتحاری قرار گرفته است. به گفته منابع در نتیجه این حمله 7 سرباز پاکستانی کشته شده و 7 تن دیگر زخمی شدند. گروه TTP مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. در همین حال و به دنبال انتشار گزارش ها مبنی بر جمع آوری کتاب ها از سوی طالبان در کابل، عتیق الله عزیزی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان روز گذشته 16 جنوری گفت است که با دفاع از جمع آوری و ضبط کتاب ها از کتابخانه ها و کتاب فروش های دولتی و خصوصی در افغانستان گفت است که از فروش و نشر کتاب های پروژه‌ای که در بین مردم زهر منتشر می کند جلوگیری می شود. از سوی همسراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان در دیدار با کاردار نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان خواهان عضویت حکومت طالبان در نهادهای مهم بین المللی شده است. به گفته وزیر داخلی طالبان با عضویت افغانستان تحت اداره طالبان در این نهادها حل و فصل مسائل آسان می شود. طالبان همواره از کشورها و نهادهای بین المللی خواهان عضویت شده، ولی کشورهای خارجی میگویند تا زمانی که طالبان به حقوق زنان و اقوام احترام نگذارند آنان را به رسمیت نخواهند شناخت. همچنین از تخار خبر میرسد که طالبان یک تن از مقامات محلی آنان را بازداشت و زندانی کرده است. نظامیان طالبان در تخار یک اراده رنجر و مقداری از سلاح‌ها و مهمات را نیز از خانه وی با خود بردند. طالبان میگویند که با افراد متخلف از هر قومی که باشند برخورد تند و جدی خواهند کرد. در همین حال خانم گلریز قهرمان نماینده پارلمان نیوزلند به دنبال یک دزدی از یک فروشگاه در این کشور از سمتش استعفا داده است. وی افزود است که مسئولیت کامل اقدامهایش را میپذیرد. دوستان عزیز، به پایان برنامه کنونی رسیدیم. از اینکه تا این دم با ما همراه بودید سپاسگزاریم. بینندگان عزیز، جهت آگاهی از مهمترین و تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های افغانستان و جهان، لطفاً ویدیو را لایک نموده و چینل ما را سابسکرایب کنید. تا برنامه دیگر و سلام دیگر، شاد و سلامت باشید.